برنامه انتخابات 98 خوش آمده این. قرار است تا 3 روز دیگر روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی پایان یابد. کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی میگوید که همزمان با آن روند استیناف خواهی و تطبیق فیصله ها درباره شکایت های انتخاباتی آغاز خواهد شد. در همین حال نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که احتمال دارد کمیسیون های ولایتی برخی ولایت ها به دلیل بلند بودن میزان شکایت ها نتوانند ظرف 3 روز آینده کارهایشان را به پایان برسانند. پس از گزارش روی این مهم صحبت خواهیم کرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی چقدر موفقانه مسئولیت های سپرده شده را انجام داده. بر بنیاد قانون و جدول زمانبندی انتخابات، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی باید تا 3 روز دیگر یعنی به روز دوشنبه هفته پیشرو روند رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را به پایان برساند. این کمیسیون اطمینان می‌دهد که کارهایشان را بر بنیاد جدول زمانبندی انتخابات به پیش خواهند برد. روز دوشنبه آینده 15 روز پوره می‌شود و ما مطمئن هستیم انشاءالله که تمام ولایات کارای خود به وقت و زمانش انجام میتن. یک 5 ولایتی که مشکلات زیاد بود، حجم شکایت در اوجه زیاد بود، ما ظرفیت در اوجه ایجاد کردیم، از ولایت همجوار برشان نفر روان کردیم تا کمک شوند و به وقت و زمانش به تمام شکایت و اعتراضات رسیدگی صورت بگیرد. همزمان با پایان رسیدگی به شکایت ها، هرگاه نامزدان اعتراض درباره این روند داشته باشند، ظرف 3 روز می توانند استیناف خواهی کنند و پس از آن ظرف 2 هفته دیگر نتیجه بررسی های کمیسیون شکایت های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات جهت روشن شدن نتیجه انتخابات فرستاده خواهد شد. ما در تمام مراحل به کمیسیون شکایت انتخاباتی ما همکار هستیم و تمام مکاتبی که واستلامه‌ای که از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال شده، ما یک کمیته مشخص برای جوابای از اینا و با شریک ساختن اسناد مشخصا یک کمیته را توظیف کرده بودیم. اما نهادهای ناظر باور دارند که با توجه به میزان بلند شکایت ها و پایین بودن ظرفیت ها در دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت های انتخاباتی احتمال دارد این روند زمانگیر شود. آنچه که برای دفاتر ولایتی 15 روز داده شده شاید در شمار از ولایت او رعایت نشه، خصوصا ولایتی که رقم شکایت بلند است. حالان که حکم قانونی که بوده 15 روز اینها کار خود تکمیل میکردن و ایجاب میکرد که ظرفیت سازی متناسب با 15 روز در هر ولایت شکل میگرفت. تا این جای کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی تصمیم گرفته است که کمیسیون مستقل انتخابات باید آرای 1645 محل در 18 ولایت را بازشماری و تفتیش کند، روندی که شک و تردیدها را درباره زمانگیر شدن این روند به بار آورده است. و در این برنامه انتخابات 98 آقایان خانزمان مدبر عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و ضیا احمد ورسجی عضو دسته انتخاباتی دولتساز اینجا با ما هستن. بسیار زیاد خوش آمدین هر دو بزرگوار، ممنون از تشریف آوریتان. بیاین ورسجی صاحب بحث را با شما آغاز کنیم. کارکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی تا اینجای کار چگونه بوده؟ چقدر موفقانه مسئولیت هایی را که سپرده شده بود را انجام دادن؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما، همکاران تکنیکتان و مردم افغانستان. تا این دم کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی توانسته با استقلالیت کامل عمل کردش را پیش ببره در مطابقت با قانون و لوایح وظیفه کاریشان. فیصله نامه که در مورد 11 ولایت هم ابلاغ کردن و 1645 محل رم در 18 ولایت قرار است بره با شماری. و قرار است که روز شنبه مرحله استیناف‌خواهی هم آغاز شود که ما آمادگی داریم برای مرحله استیناف‌خواهی و تا این دم هیچ نوع نواقص و مشکلی را در کارکرد کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی نمی‌بینیم. البته با چند دستگی در درون کمیسیون و چند صدایی در درون کمیسیون ما را نگران ساخته بود در ابتدا و انتظار ما است که این چند دستگی و چند زبانی در درون کمیسیون پایان پیدا بکنه و اجگاهی از گفتگو نگران ساخته بود یا نگران هنوز هم هستین؟ نگران هم هستیم، هم ساخته بود. از چه ناحیه‌ای؟ اگر یادتان باشه یکی از کمیشنران محترم کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی 2 تا مورد را در رسانه‌های افغانستان گفته بود که این بود که انتخابات به دور 2 میره با وجودی که هنوز مرحله ثبت شکایات به احتمال مطرح کرده بود. همین احتمالات است که از خانه عمر مخشوش میکنه و همین احتمالات است که بی‌باوری ایجاد میکنه. چرا احتمال؟ خیلی یوسی گفتن بحث احتمال میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه. چرا احتمال؟
زمانی که روند ثبت شکایات به پایان نرسیده، هنوز به مرحله تصنیف بندی نرفتی، هنوز آمار شکایات مشخص نیست، چرا احتمال نمی برای مردم افغانستان و چرا رسانه ما را مخشوش میکنی؟ و دیگه این که همین کمیشنر محترم همصدا شده بود با تیم ثبات و همگرایی در مورد 27 ولایتی که از دید ثبات و همگرایی باید بازشماری شود، و با وجودی که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در کنار چند دسته انتخاباتی دیگه در مرحله بازشماری 27 ولایت ناظرینشان حضور داشته و عملا نظارت میکردن، این دو تا پیام برای ما سخت قابل نگرانی بود که چطور یک کمیشنر محترمی که سرگرم میکنه هنوز هم است، چطور یک کمیشنر محترمی که در حضور رسانه و مردم افغانستان سوگند یاد میکنه دستش را بالای قرآن کریم میمونه و میآید از یک درون یک تیم صدا بلند میکنه. اما اگر این قابل نگرانی بود و قابل نگرانی هست، پس کارکرد اینجا زیر پرسش نمیره؟ ما و ناظرین ما کارکرد کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را به شدت کامل در مرکز و در ولایت زیر نظارت دارن. شما گفتین بحث مستقلانه بود عمل کردن اینا را، یک کمیشنر است در تناقض با همون صحبت‌های اولتان نمیباشه؟ پس یک کمیشنر است، فیصله نمایی که از آدرس کمیسیون‌های انتخاباتی بیرون میشه و مال اجرا قرار میگیره، از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مطابقت با قانون باید 3 تا امضا داشته باشه. درست؟ یک تا کمیشنر در یک فیصله نامه خلاف فیصله نامه امضا میکنه یا مخالفت شده با فیصله نامه ابراز میکنه، هیچ گاهی فیصله نامه لغو نمیشه. با وجودی که 3 تا امضا داشته باشه میره به طرف اجرا شدن. اما این چند دستگی در درون کمیسیون مشکل به بار میاره. این چند صدای در درون کمیسیون مشکل به بار میاره. ما نگرانی این مشکل هستیم با آنکه ناظرین ما در درون کمیسیون هم در مرکز و هم در ولایات بسیار بگونه جدی و کامل پروسه را زیر نظارت دارن و اندکترین اشتباهی که از آدرس کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی وارد شد بر پروسه برای ما قطعا قابل قبول نبوده. میپردازیم به موارد دیگر. اما خوش آمدین مدبر صاحب، شما کمیسیون مستقلانه عمل کرده و چرا باید کمیشنری کاری کنه در حمایت از شما که اینقدر دسته انتخاباتی رقیبتان را نگران بسازه؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، خدمت شریک بحث جناب ورسجی صاحب و همچنان خدمت بیننده‌های محترم، اجازه بدین که بحث را از اینجا آغاز بکنم که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی یک نهاد مستقل است و انتظار و توقع ما از کمیسیون محترم همی است که بر اساس صلاحیت ها و مسئولیت هایی را که قانون انتخابات به کمیسیون محترم داده به تمامی شکایات و اعتراضاتی که در کمیسیون ثبت شده و مشخصا به شکایات و اعتراضات مستند و مبتنی بر شواهد ثبات همگرایی به گونه جدی و منصفانه و بی‌طرفانه رسیدگی بکنه. تا اینجا چقدر مستقلانه پیش رفت؟ تا همین لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم کارکردها و عملکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ما قناعت بخش بوده بر اساس گزارش ها و روپورهایی را که ما از ناظرین خود در مرکز و در ولایات داریم. شما حامی اما... دارین در داخل کمیسیون؟ بله. شما حامی دارین در داخل کمیسیون؟ من روی از این موضوع میرم. این را حل کنین در دوم میریم به طرف دیگر چون پرسش خلق خب ده. این که تیم دولتساز ما و شما دقیق بیاد داریم که حتی تا یک روز قبل از اعلام نتیجه ابتدایی بسیار به گونه جدی و قاطعانه در تمامی بحث‌های رسانه‌ای در نقش سخنگوی کمیسیون انتخابات ظاهر می‌شدند، از کمیسیون انتخابات دفاع می‌کردند، می‌گفتند که کمیسیون قانون رو نقض نکرده، لوای و طرز عمل رو نقض نکرده، در مسیر قانونی و در مسیر مستقیم در حرکت است و ثبات همگرایی رو متهم می‌ساخت که شما در واقع برای کمیسیون انتخابات مزاحمت ایجاد می‌کنین و در کار کمیسیون انتخابات مداخله می‌کنین. اما زمانی که نتیجه ابتدایی اعلان شد، شما دیدین که دولت ساز 180 درجه در موقفش تغییر آمد و گفت که ما علیه کمیسیون انتخابات شکایت درج کردیم و کمیسیون انتخابات کارش نادرست بوده، نمیفهم کمیسیون انتخابات آرای بدون بایومتریک را مشروعیت نداده، آرای ما را قیچی کرده. در تمامی موقف گیری ها و موضع گیری های دولت ساز خوشبختانه یا بدبختانه این اتهام هایی است که یکی به دیگرتان میبندین از او بیشتر چیزی نیست. و زمانی که کمیسیون اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی جواب من ندادین، پس این تنها اتهام هایی است که به یکی دیگر میبندین، حرف چیز دیگری نیست. ببینین اتهام نیست، آنچه را که ما ادعا میکنیم بر اساس اسناد مدارک و شواهد است. شما ده ها بحث انتخاباتی را دمی میز با سخنگوی دولت ساز پیش بردین و دقیق باید دارین که با دسته انتخاباتی شما هم پیش با دسته انتخاباتی ما هم پیش بردین. اما ادعایی را که ما میکردیم، اما موقف گیری را که ما میکردیم با گذشت هر روز حقانیت تیم ثبات و همگرایی ثابت میشه
و ای هم ثابت میشه که تیم دولت ساز تا یک روز قبل از اعلام نتیجه ابتدایی چی میگفت و امروز میگه چی میگه. اما ای بسیار موزیک و خنده‌آور است. ولایت را مطرح کردین، کمیسیون قرار است بین 15 تا 20 ولایت را، برخی محلاتش را بازشماری کنه، اما خب شما 27 ولایت را گفته بودین. ببینین تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنی بر تفتیش و بازشماری در 20 ولایت و یا 25 ولایت در نفس خود قابل ستایش و قابل تقدیر است. یک گامی است، اجازه بدین، یک گامی است در راستای تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی. ما از این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی استقبال و حمایت میکنیم، اما با توجه به تقلبات شرم‌آور گسترده ای که در ولایات مختلف وجود داشته به نفع یک تیم خاص، انتظار ما همی است که تعداد ولایت افزایش پیدا بکنه و در تعداد زیادی از ولایات روند بازشماری و تفتیش با حضور ناظرین تمام تیم‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی دوباره. شما 27 ولایت گفته بودین، اینا حدوداً 18 ولایت شده، حالا او هم در برخی محلات، این را میپذیرین شما؟ خب ببینین انتظار ما همی است که در تعداد زیادی از ولایات بازشماری و تفتیش مجدداً صورت بگیره و ما از تصمیم فعلی کمیسیون شکایات انتخاباتی که گفته در بیش از 2000 محل درست است، در بیش از 2000 محل و در چند محل به هر حال و در 20 ولایت بازشماری صورت میگیره، ما از این تصمیم کمیسیون استقبال و حمایت میکنیم. اما 27 ولایت انتظار ما همی است. ما چون موردی میخوایم پیش بریم، چون هر کدامش میتونه پرسش رو به میان بیاره، 27 ولایت پس چی میشه؟ ببینین مطمئن باشین که با توجه به تقلبات گسترده و شرم‌آوری که در تمامی ولایات وجود داشته به نفع یک تیم خاص، فعلا کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته که 18 ولایت یا 20 ولایت رو بازشماری بره. اما مطمئن باشین که تا روزهای بعد، چون تقلبات با گذشت هر روز افشا میشه، آفتابی میشه، به اول لحاظ شما مطمئن باشین که تعداد زیادی از ولایت دیگه هم به بازشماری خواهد رسید. بسیار تشکر. در فرصت دیگر برای شما وقت میتیم که صحبت کنین. اما ارسلیس پرسشی که مطرح میشه، کمیسیون واقعا از طرف دستای انتخاباتی زیر فشار است؟ کمیسیون قبلا، کمیسیون مستقل انتخابات زیر فشار بود. این رقم مردم افغانستان شاید شستن. بستن هفت ولایت، اخلال کردن نظم در درون کمیسیون، تقریبا 48 ساعت ناظرین یا در درون کمیسیون نظم کمیسیون را اخلال کرد و مانع روند کار کمیسیون مستقل انتخابات شد. از طرف شما چی؟ ما از تمام فیصلنامه‌های کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کردیم و فیصلنامه‌شون را حرمت گذاشتیم، اما کارکردشان در بعضی از موارد برای ما قابل پرسش بود. اما آقای معنوی، ما دو شب پیش داشتمشان، گفتن که کمیسیون انتخابات کمیشنرایش ترسیدن از تیم دولت ساز، مجبور شدن جز یک کمیشنر دیگرایش همه تمکین کنن به صحبتای تیم شما بقید. آقای معنوی از یاد نبره که بدنامترین انتخابات را مدیریت کرده، محکمه انتخاباتی تشکیل شد، درست؟ وقتی نگاه گذرا به کارکرد خودشان داشته باشند، بعد بیان قضاوت بکنن نسبت به کارکرد فعلی کمیسیون مستقل انتخابات. و دیگه ای که میگن دفاع از کمیسیون، ما دفاع از فیصلنامه قانونیشان کردیم، ما دفاع از مختل سازی روند توسط تیم صحبت همگرایی دفاع از موقف کمیسیون کردیم. ما در برابر زیر پا نکرده؟ در کدام مورد؟ ما سخنگوی کمیسیون کرده؟ سخنگوی کمیسیون ما این رو به عنوان سخنگو نمیخوایم از شما بشنوام. من به عنوان دسته انتخاباتی، چون به عنوان دسته انتخاباتی حضور یافتین، به عنوان دسته انتخاباتی از شما میخوایم جواب داشته باشم. ارسلی صاحب، آیا کمیسیون قانون را نقض نکرده؟ یکی از کمیشنرها کرده. کی؟ اما مشخص است. کی؟ اما کسی را که ما دمیجو براتون گفته بودم. اما عبدالله سانی که گفته بودی؟ بله. اما بحث نقص تقویم از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای ما قابل پرسش بوده. ولی در همین میز شما، ما بارها از روند نقص تقویم در کمیسیون مستقل انتخابات ما انتقاد کردیم، از روند عدم اعمال صلاحیت در درون کمیسیون مستقل انتخابات ما انتقاد کردیم. ولی ما از انتقادها منکر نیستیم. اگر کمیسیون اعمال صلاحیت میکرد، چرا یک کمیشنر در درون در استیج کمیسیون بر ما تخت تاز کنه؟ چرا یک کمیشنر خلاف روند کاری کمیسیون برای شما تاخت و تاز کرد؟ مارون عبدالله. چه گفتنتون مشخص؟ از استیج کمیسیون گفت که یکی از دستای انتخاباتی چینل سازی میکنه. از همین جا بالای ناظر ما تاخت گفت اینجا ستاد انتخاباتی دولت ساز نیست. این بحث چینل خب یک پیشینی دیگه هم داره که برخی گپای دیگه هم از کلیپ صوتی یک بیرون شده بود، سایر گپا. اما انتظار نداشتم یک کمیشنر کمیسیون رسما طرف بودنش اونجا افشا بکنه. موضوعی را که تیم رقیب ما میگیره، این موضوع را در استیج کمیسیون مستقل انتخابات بگیره، چون قسم خورده بود که ما با استقلالیت کامل عمل میکنم. اما این کمیسیون
واقعا زیر فشار دستگاه انتخاباتی نیست؟ کمیسیون شکایت انتخاباتی. کمیسیون شکایت انتخاباتی گفتم چند صدای قابل نگرانی است و این چند صدای عاملش برمیگرده به فشار. اما این که این فشار را کی میاره؟ این مورد را رد کرد. امیدوار هستم که یا زیر اعمال فشار نرن. این امیدواری ما است. و تاکید ما همی همی است. زیر فشار کی؟ ما حضور زیر فشار دسته انتخاباتی. یک چیز از یاد نبرن که زیر فشار دسته انتخاباتی کی؟ ثبات و همگرایی. یک چیز از یاد نبرن که مدبر سب از تقلبات میگن. ما به عنوان سخنگوی یک تیمی که پیشتاز میدان است و پیروزم است. من ندانستم که از کدام تقلب صحبت میکنن، از کدام تقلب سیستماتیکی که نه اسنادی وجود داره، نه دلایل موجه وجود داره، نه اینها دلایل اقناع کننده ای ازش دارن. یک چیز بوده میتونه برای ازیا، به خاطر که اینها برای حامیانشان و برای کسایی که برای رای داده باختشان را توجیه بکنن و شکستشان را توجیه بکنن برای بار سوم، تنها و تنها رای ازیا است که اینه میتیم تخلف کرده. این صحبت اخیرتون میتونه پرسش دیگرم به وجود بیاره. ما صحبت ما تکمیل کنم مریان. نه الان هر موردی که شما میگین پرسش خلق میکنه. امی صحبت ما تکمیل بفرمایید. یا میروان به تقلبی که گویا در 2014 صورت گرفته، درست؟ در 2014 تیم تحول تداوم متشکل از جنرال سیب عبدالرشید دوستم معاون اول بود و متشکل از آقای خلیلی بود. همین آقای خلیلی که صدایش برآمده بود امروز صدا تیم امین هاست. جنرال سیب دوستم در تیم امین هاست. اگر هدفشان هم حلقه کلان باشه، او زمان صدای آقای سالی هم برآمده بود، جنبش ضد تقلب به یادم است. او دوره افتخار آفرین است برای روند سبز افغانستان. دو ما نمیخوایم که او را ما در بزنیم. من قول که امیال یک تصویر به ذهن محمد، من خواستم شریک بسازم با شما. اما موردی را که پیشتر شما مطرح کردین، مگر این حق را قانون بر دستگاه انتخاباتی داده که بیاین تا زمانی که نتایج بررسی نشده و بازشماری نشده خود را برنده میدان خطاب کنند؟ این حق را بر اساس ارزیابی، درست؟ و یوزری که در اختیارشان داره و ریزلت شیت هایی که توسط ناظرین به دفتر ستاد انتخاباتی میرسه و ارزیابی خودشان را بر اساس او آمار محاسبه شده شون میتونن برای مردمشون و با حامیانشون بگن که بلی در این روند ما اینقدر رای داریم. پس اگر این چونین شما تفکیک کرده میتونی اینقدر ناظر داری و سایر چیزا، چی نیاز برای کمیسیون انتخاباتی؟ کمیسیون مدیریت اجرایی انتخابات را به عهده داره و اما اعلان کردنش در گردن شماست. پیروز آدمی پیروز در کمیسیون اعلان میکنه. اعلان کردنش در گردن شماست. خب شما دیدین کمیسیون مستقل انتخابات اومد پیروز دور ابتدایی اعلان کرد، اومد یک تیم گفت من قبول ندارم. ماده 156 قانون اساسی چی میگه آقای ورسجی؟ ما به استقلالیت کمیسیون حرمت داریم. پس این صحبتتان نقض استقلالیت از اونها نیست؟ اما حامیان ما مداخله در کارشان؟ اما حامیان ما و کسانی که برای ما رأی دادن انتظار دارن که پیام ما را بشنون. بسیار تشکر. آنچه را که آقای معنوی مطرح میکنن، یکی از بدنامترین انتخابات ها را مدیریت کردن. در چنین وضعیتی چرا باید تاخت و تاس کنن به دسته انتخاباتی رقیب خود؟ ببینین ای که معنوی صاحب یک وقت در رأس کمیسیون مستقل انتخابات قرار داشت و چگونه عمل کرد داشت و چگونه کار کرد داشت، خودش باید پاسخ بده. من سخنگوی معنوی صاحب اما از دسته انتخاباتی شما هست. به هر حال در ارتباط به مسائل از دسته انتخاباتی شما هست. دقیقاً معنوی صاحب یکی از حامیان جدی تیم ثبات همگرایی است و ای که گفتم در دوره که معنوی صاحب در رأس کمیسیون مستقل انتخابات قرار داشته، چی اتفاقات رخ داده، عملکردش چگونه بوده، کارکردش چگونه بوده، من لازم نمیبینم که در اینجا به او بپردازم به خاطر که وقتی برنامه حجاب نمیکنه. در ارتباط با مسائلی که ورسجی صاحب گفتن تیم دولت‌ساز تیمی پیروز و تیمی برنده است. ما پیام ممی است، حرف ممی است که شما به نتیجه تقلبی دل خوش نکنین. مطمئن باشین که رسیدگی به شکایات و اعتراضات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه ابتدایی انتخابات را دیگرگون و برعکس خواهد ساخت. این را من بسیار با اطمینان کامل به شما. برعکس یعنی چی؟ برعکسش معنایش معلوم است. برعکس یعنی چی؟ در صورتی که به تمامی شکایات و اعتراضات مستند، مستدل و مبتنی بر شواهد تیم ثبات و همگرایی از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی به گونه جدی رسیدگی صورت بگیره، من با اطمینان کامل بر شما میگم که تیم ثبات و همگرایی در دور اول انتخابات با کسب اکثریت آرای پاک و شفاف مردم افغانستان پیروز انتخابات است. چند درصد؟ بیش از 50 به علاوه یک. بیش از 50 به علاوه بیش از 50 به علاوه یک چی را میرسونه؟ یعنی چی؟ یعنی 52%، 53% رای ان شاء الله. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. پس این اطمینان را که شما دارین،
همین موردی را که با جنابشان شریک ساختم با شما میخوایم صحبت کنم. همین حق را برای شما کی داده؟ ببینین در قانون انتخابات هیچ فقره و هیچ بندش صراحت نداره که یک کاندید انتخابات ریاست جمهوری و یا یک تیم انتخاباتی نمیتونه بر اساس آمار ارقام و گزارش که پیش خود داره رای خود را و یا میزان آمار و ارقامی که بخواهش میشه با مردم شریک ساختش با مردم شریک بسازه. مطمئن هستین در قانون انتخابات همچو صراحتی وجود نداره؟ ببینید ما قانون اساسی را باری هم مرور کردیم، حتما چندین بار مرور ماده 156 چی میگه؟ ببینین ما در قانون انتخابات مدبر صاحب ما مادر قانون صحبت خب. میکنیم باز این فرعیاتش است. اجازه بدین مدبر صاحب من سوال موازی هستم میپرسم، شما یک بار پرسش مرا به شکل کامل بگیرین بعد از اون باز میشه جواب بدین. ماده 156 قانون اساسی افغانستان چی میگه؟ اعلام هر گونه نتیجه قسمی ابتدایی و نهایی از صلاحیت هایی که میسونه محترم انتخابات است. ما این باور داریم. پس صحبت هایتان در تناقض با همین ماده است. ما حرف ما چی بود؟ در قانون صحبتتون در تناقض با همین ماده نیست؟ خب اجازه بدین شما از ما کرده بیشتر صحبت میکنین، اجازه بدین ما میخوایم جواب را بگیرم شما به طرف دیگه میرین. گپ ما چی است؟ در قانون انتخابات و در قانون اساسی افغانستان گفتم کدام فقره و کدام بند نامده که صراحت داشته باشه که یک کاندید ریاست جمهوری و یا یک تیم انتخاباتی نمیتونه آمار و ارقامی که توسط ناظرینش به او مواصلت میکنه او را با مردم شریک بسازه که من اینقدر رأی دارم؟ فکر میکنم این جرم پنداشته نشده. اینجا وقتی که شما اعلان میکنین تیم دولت ساز هم اعلان میکنن، پس کمیسیونا برای چی است اونجا؟ خب کمیسیون انتخابات گفتم مسئولیت اعلام هر گونه نتیجه انتخابات از صلاحیت ها و مسئولیت کمیسیون هر گونه نتیجه. پس این قانون مادر واضح ساخته که صلاحیت کمیسیون انتخابات است، نه کمیسیون دستای انتخاباتی. بدون شک اجازه بدین اجازه این صلاحیت را پس شما ندارین. اینجا خود نمیتونه نقض قانون باشه. ما آمار و ارقامی که بر اساس گزارش ناظرین ما در مرکز و در ولایات به ما رسیده، ما به عنوان یک تیم انتخاباتی آمار و ارقام را با مردم افغانستان شما یک بار برنده انتخابات خود را میخوانین، تیم دولت ساز دیگه طرف برنده میشه، پس کمیسیونا برای چی است؟ سوال من اینجاست. گپ مهم ده کجاست؟ ما از طریق تریبیون رسانه ها آمار و ارقام را که ناظرین ما در مرکز و در ولایات با ما شریک ساخته با مردم افغانستان شریک میسازیم. اما یک نکته مهم در اینجا نهفته است، اینکه کمیسیون انتخابات در نهایت بالاخره نتیجه نهایی و نتیجه کلی از طرف کمیسیون انتخابات شما واسون عمومی را مخشوش میسازین اینا نخیر. پس مردم چه انتظار خب داشتن؟ اجازه بدین بریم به بحث بعدی در انتخابات. این بحث واضح نشده، میخوایم واضح اندکش خب. در ادامه اجازه بدین من سوال من جوابش نگرفتم. پس قانون اساسی افغانستان با این صحبت تا نقص نشد؟ خب ما نمیتونیم، ما گفتم در هیچ بند قانون انتخابات و قانون اساسی میگم شما قانون انتخابات میگم، ما قانون اساسی را هم میگم چون مادر قانون است. ببینین یا قانون است ببینین شما برای ما یک بند و یک فقره را در قانون اساسی افغانستان نشان بدین خودتون و بخونین که بگویه نه خودتون چی گفتین همین گپ صراحت داشته باشه که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نمیتونه آمار و ارقامی که از طریق ناظرین خود میگیره با مردم افغانستان شریک بشه. بسیار جرم پنداشته شده چون فرصت ما تمام است. حالا فکر میکنین نتیجه به کجا می انجامه؟ یک دقیقه فقط فرصت داریم، میخوایم از شما هم داشته باشیم در حد 30 ثانیه از اینا هم. وضعیت به کجا می انجامه با این اعلام برندگی ها؟ خب ما بازم تکرار میکنم و تاکید میکنم در صورتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی به تمامی شکایات و اعتراضات قانونی و مستند ما به گونه جدی منصفانه و بی‌طرفانه رسیدگی بکنه، امیدوار هستیم که چنین شوه. ما انشالله در دور اول انتخابات با کسب اکثریت آرای پاک مردم افغانستان پیروز به برنده انتخابات هستیم. انتخابات به دور دو نمیره. ببینین دو واقعیت که در انتخابات شش میزان شکل گرفته و هیچ انسانی نمیتونه از این دو واقعیت چشم بپوشه. اول متاسفانه قانون انتخابات لوایح و طرزالعمل انتخاباتی بفرمایید ورزش چون فرصت کاملا تمام است 30 ثانیه‌تون پرش. در صورتی که کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی با استقلالیت کامل عمل بکنه و به یک چندستگیشان در درون کمیسیون پایان بدن و زیر اعمال فشار یک دسته انتخاباتی که باخته، پیشتر شما گفتین که ما خود برنده اعلان میکنیم، ما را کمیسیون برنده اعلان کرده، پیروزی میدان اعلان کرده. من مطمئن هستم که نظر به اسناد و شواهد و مدارک که ما در اختیار داریم فیصدی ما بالاتر از 54. بسیار تشکر، لطف کردین آقایان مدبر و ورسجی، ممنون از حضورتان. تا درود دیگر بدرود.